گنجشکک و زاغ داستان فولکلور پنجابی نویسنده ناتاشا شرما نگارگر ناتاشا شرما برگردان کتابخانه درخت دانش برگرداننده عبدالرحیم احمد پروانی در یکی از روستاهای پنجاب در نزدیکی های مزرعه گندم گنجشک که زیبای کنامش که مونی بود در بین آشیانه خود بالای درخت گلمهر نشسته و با خوشحالی به سوی تخمهایی که گذاشته بود مینگریست. او منتظر بود تا به زودی چوچه هایش از بین تخمها بیرون بیایند. مونی با خوشحالی به چار سو و گلهای سرخ و زیبای گلمهر می دید که ناگهان چشمش به سیاه و شروری که در روستا به خرابکاری مشهور بود افتاد زاغ به مونی گفت مونی از اینجا برو من آمدم تا تخمهای تو را بخورم مونی که گنجشکک دلیری بود با سرعت پاسخ داد کی جرأت دارد که حرف تو را قبول نکند اما من یک خواهش دارم پیش از این که تخمهای مرا بخوری لطفا نول خود را بشوی نولت بسیار کثیف است زاغ شرور که دوست نداشت خراب معلوم شود به زودی به سوی یک جوی پرواز کرد و تازه تصمیم داشت نول خود را در آب بشوید که ناگهان صدایی از جوی بلند شد صبر کن صبر کن اگر تو نولت را در آب من فرو کنی تمام آب را کثیف می کنی برو یک کاسه پیدا کن و آن را از آب پر کن سپس نول خود را در آن بشوی زاغ حرف جوی را شنید و به سوی سفالگر روستا پرواز کرد وقتی نزد او رسید با او گفت سفالگر سفالگر برای من یک کاسه بساز که در آن نول خود را بشویم نول خود را که شستم گنجش گنجشکک را بخورم سپس با صدای بلند فریاد بزنم تا همه صدای مرا بشنوند و بدانند که من زیباترین زاغ دنیا هستم سفالگر سوی او دید و گفت من با خوشی برایت کاسه می سازم اما گل ندارم برای ساختن کاسه به گل نیاز است زاغ به سوی مزرعه پرواز کرد و به کرد گفت کرد عزیز من زاغ هستم کمی گل برایم بده تا به سفالگر ببرم سفالگر برایم کازه, کاسه می سازد و من در آن آب می ریزم تا نول کثیف خود را بشویم نول خود را که شستم تخمهای گنجشکک را می خورم سپس با صدای بلند فریاد می زنم تا همه صدای مرا بشنوند و بدانند که من زیباترین زاغ دنیا هستم کرد برایش گفت گل من خشک و سخت است هنوز باران نباریده است تو باید یک چیز تیز بیاوری تا مرا از زمین بکنی زاغ به سوی جنگل پرواز کرد و در آنجا آهوی را با شاخهای تیزش دید به آهو گفت آهوی زیبا دوست عزیز من من زاغ هستم می توانی شاخت را برایم قرض بدهی تا کمی گل از زمین بکنم گل را به سفالگر می برم سفالگر برایم کاسه می سازد و من در آن آب می ریزم تا نول کثیف خود را بشویم نول خود را که شستم تخم های گنجشکک را می خورم سپس با صدای بلند فریاد می زنم تا همه صدای مرا بشنوند و بدانند که من زیباترین زاغ دنیا هستم آهو گفت تو زاغ شجاعی هستی اما نمیدانی تا وقتی زنده هستم نمی توانم شاخه های خود را برای تو بدهم زا خیلی خشمگین شد و با ناراحتی به این سو و آن سو پرواز کرد تا اینکه دو سک را دید که زیر درختی نشستند به آنها گفت سک های نازنین من به کمک شما نیاز دارم شما به من کمک کنید تا آهو را بکشم شاخهایش را بگیرم و با آنها از کرد گل بکنم گل را به سفالگر ببرم سفالگر برایم کاسه می سازد و من در آن آب می ریزم تا نول کثیف خود را بشویم نول خود را که شستم تخم های گنجشکک را می خورم سپس با صدای بلند فریاد می زنم تا همه صدای مرا بشنوند و بدانند که من زیباترین زاغ دنیا هستم یکی از سگ ها غرغر کنان گفت در این هوای گرم کار بسیار سختی است برای کشتن آهو ما باید بسیار قوی باشیم پس برو برای ما کمی شیر بیاور زاغ دوباره بر استا پرواز کرد و نزد گاو رفت او به گاو گفت ای گاو عزیز من زاغ هستم می توانی برای من کمی شیر بدهی شیر را به سگها می دهم تا آهو را بکشند من شاخ آهو را می گیرم و از کرد گل می کنم و آن را به سفالگر می برم سفالگر برایم کاسه می سازد و من در آن آب می ریزم تا نول کسیف خود را بشویم نول خود را که شستم تخمه های گونشکک را می خورم سپس با صدای بلند فریاد می زنم تا همه صدای مرا بشنوند و بدانند که من زیباترین زاغ دنیا هستم گاو هوم کرد و گفت من آلا علف خشک می خورم اگر بروی و برای من علف های تازه بیاوری من برایت شیر می دهم زاخ که این حرف را شنید به سوی سبززار که در آن نزدیکی ها بود پرواز کرد و به سبززار گفت سبززار عزیز من زاغ هستم برای من کمی سبزه بده تا به گاو ببرم گاو برایم شیر می دهد شیر را به سگها می دهم تا آهو را بکشند من شاخ آهو را می گیرم و از کرد گل می کنم و آن را به سفالگر می برم سفالگر برایم کاسه می سازد و من در آن آب می ریزم تا نول کثیف خود را بشویم نول خود را که شستم تخمه های گنجشکک را می خورم سپس با صدای بلند فریاد می زنم تا همه صدای مرا بشنوند و بدانند که من زیباترین زاغ دنیاستم. هستم سبزه ها گفتند چی گونه ما را از زمین می کنی؟ برو از نزد آهنگر داس بیاور تا به توانی ما را با خود نزد گاو ببریم این بار زاغ خیلی مگین شد نزد آهنگر پرواز کرد به او گفت آهنگر عزیز من زاغ هستم برای من یک داس بده تا با آن کمی سبزه بکنم سبزه را برای گاو ببرم گاو برایم شیر میدهد شیر را به سگها میدهم تا آهو را بکشند من شاخ آهو را می گیرم و از کرد گل می کنم و آن را به سفالگر می برم سفالگر برایم کاسه می سازد و من در آن آب می ریزم تا نول کسیف خود را بشویم نول خود را که شستم تخم های گنج شکک را می خورم سپس با صدای بلند فریاد می زنم تا همه صدای مرا بشنوند و بدانند که من زیباترین دنیا دنیاستم آهنگر هم مثل دیگران نمیخواست زاغ را کمک کند زیرا می دانست اگر او را کمک کند او می رود و تخمه های مونی را می خورد او به سوی زاغ نگریست و گفت گوش کن لطفا به پشت دوکان من برو دروازه پسخانه را باز کن و این توت آهن را در آنجا بگذار زاغ بسیار هیجانی شده بود و عجله داشت تا تخم های گنجشکک را بخورد دروازه پسخانه را باز کرد با مزه که دروازه را باز کرد باد شدیدی او را به عقب انداخت دم زاغ به آتش کره ای که در آنجا بود تماس پیدا کرد و آن را سوختان او از درد و عصبانیت فریاد زد اوه دم من سوخت اوه دم من سوخت زاغ همیشه میخواست زیبا به نظر برسد اما حالا که دمش سوخته بود خیلی ناراحت و خشمگین بود او خواست کسی او را با دم سوخته ببیند پرواز کرد پرواز کرد و دور از روستا رفت تا کسی او را نبیند از آن پس زاغ را کسی ندید کلاش چیست سبک تمام رسامی هایی را که شما در این کتاب دیدید کلاژ نام دارد کلاش بر اسامی گفته میشه که با گذاشتن توته های اشیا در کنار هم ایجاد میشه. این اشیا می توانند توسط دست ساخته شده و یا هم نقش آن در کاغذ چاپ شوند مثل که در این کتاب شده است بریده های از روزنامه، کارت های تبریکی قدیمی، عکسات، تکباب، کاغذ های توفه، گل ها و برگای خشک و یا هر چیزی که شما در اطراف خود پیدا کنید می توانید از آنها برای رسم کردن کلاش استفاده کنید کودک های عزیز واژه کلاش از واژه کل فرانسوی گرفته شده که سرش معنی می دهد بر ساختن کلاش شما به توته های از چیزایی که گفته شد قیچی و سرش بر چسباندن این چیزها نیاز دارین در این صفحه شما چهار انصر را میبینین باد، آب، خاک و آتش حالا با استفاده از چیزایی که پیشتر گفتم شما میتونین که کوشش کنین یک کلاش بر خود از این چهار انصر که آب و باد و خاک و آتش هست بسازین کودکان و نوجوانان عزیز سپاس میکنیم از ای که به این داستان گوشفرا دادین و امیدوار هستیم که ای داستان جذاب و آموزنده خوشتان آمده باشه برای دیدن مطالب آموزشی کتابخانه درخت دانش و همچنان خواندن داستان جالب کودکان شما میتونین به سایت www.ddl.af مراجعه بکنین تا داستان جذاب و شنیدنی دیگه شما را به خداوند بزرگ می سپاریم روز و روزگارتان بخیر